حفیظالله امین در زبان پشتو و دری دسترسی داشت. حفیظالله امین متولد 1 اوت 1929 تا 27 دسامبر 1979 یک سیاستمدار کمونیستی افغانستان در طول جنگ سرد بود. امین در پغمان به دنیا آمد و در دانشگاه کابل تحصیل کرد و پس از آن فعالیت‌های خود را به عنوان معلم آغاز کرد. پس از چند سال در آن شغل او برای تحصیل با ایالات متحده رفت و بار دیگر قبل از عزیمت تدائمی به افغانستان بار دیگر به ایالات متحده سفر میکرد و کار خود را در سیاست بهرحمانه آغاز میکرد. وی در انتخابات پارلمانی سال 1965 کاندید انتخابات شد اما نتوانست چوکی را تأمین کند. امین تنها خلقیست بود که در انتخابات پارلمانی 1969 و پارلمان انتخاب شد و بدون ترتیب جایگاه خود را در درون حزب افزایش داد. وی یکی از سازماندهندگان پیشرو انقلاب سحور بود که دولت محمد داود خان را سرنگون کرد. در سال 1979 وی خود را رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس جنای خلق نامید. او را به رحمانه و مارکسیستی ریدیکل توصیف کرده اند. ریاست جمهوری کوتاه مدت امین از ابتدا تا انتها و اختلاف نظرها مشخص شد. او با دفاع سلافی خود نور محمد ترکی و بعدا دستور مرگ وی به قدرت رسید. امین تلاش کرد تا از کسانی که حلیه رژیم کمونیستی شورش کردند که تحت رژیم ترکی آغاز شده بود حمایت کند. اما دولت وی نتوانست این مشکل را حل کند. بسیاری از افغانها امین را مسئول شدیدترین اقدامات رژیمی مانند دستور دادن هزاران نفر از اعدام ها دانستند. هزاران نفر در طول زمان ریاست جمهوری خود بدون ردیابی ناپدید شدند. اتحاد جماهیر شوروی که از امین ناراض بود در هنگام فراخواندن پیمان 20 سال دوستی بین افغانستان و اتحاد جمهوری شوروی در افغانستان مداخله کرد. امین در 27 دسامبر سال 1979 به عنوان بخشی از عملیات طوفانی 333 توسط شورویان ترور شد و مدت کمی طولانی تر از 3 ماه حاکم بود.